خب میریم سراغ قسمت استایل. شما اولین نکته که شاید جالب باشه بدونید اینه که اگر بخواید یک تیکه فقط از یه چیزی رو انتخاب بکنید و رنگ متفاوتی بهش بدید، فونتش متفاوت باشه یا کلا استایلش تفاوت بکنه، فقط کافی اون تیکه رو سلکت بکنید. مثلا من اینجا میخوام این مک آبی باشه و فونتش هم مثلا این باشه. شما همونطور که میبینید هم فونتش تغییر کرد هم رنگش. اگه بخواید سایزش رو هم میتونید عوض بکنید، که البته خب طبیعتا خیلی شاید جالب نشه. نکته دیگه ای که توی قسمت استایل شما میتونید ببینید همون رولباری هست که شما توی پینت هم دیدید، با یه تنوع کمتر که البته در موردش من بیشتر توضیح میدم. فیسی که ما اینجا داریم، این چیزی که ما اینجا می‌بینیم، در حقیقت خود داخل این حروف و داخل این نوشته ها هستن. شما میتونید بهشون یه رنگ نسبت بدید، میتونید بهشون یه گرادیان نسبت بدید. مثلا من ممکنه بگم این گرادیان رو دوست ندارم، میخوام فرضاً از زرد شروع بشه تا قرمز. نکته که اینجا وجود داره اینه که چون من یه بار مک رو انتخاب کرده بودم، بعدش کلش رو انتخاب نکردم، فقط به این قسمت آخر من این گرادیان رو داد. حالا اگر مثلا من بخوام از این گرادیان جای دیگه استفاده بکنم، یا اصلا هر گرادیان یا هر چیزی تو این رول بارها رو بخوام سیو بکنم، خیلی راحته. شما میتونید بیاید اینجا این رو انتخاب بکنید و بگید سیو گرادیان. حالا من اینجا مثلا میگم یلو to red و میتونم بقیهش رو انتخاب بکنم یا هر چیز دیگه رو توی موشن انتخاب بکنم و بیام این yellow to red رو بهش نسبت بدم. همونطور که شما دیدید کلش الان به این شکل تبدیل میشه. پس ما هم میتونیم یه رنگ داشته باشیم، هم میتونیم رادیان داشته باشیم و هم میتونیم بافت یا همون تکسچر داشته باشیم. نکته که در مورد بافت و تکسچر ما هست اینه که شما قبلا بعد اون رو توی پروژکت پین یا چیزی که حالا به اسم لیر پالت ما توی فتوشاپ میشناسیم داشته باشیدش. اگر شما بخواید اون رو بهش نسبت بدید، شما این عکس رو از اینجا درگش میکنید توی این قسمت. مثلا من این سنگ ها رو میخوام اینجا الان نسبت بدم به این تصویر و همونطور که شما میبینید الان بهش نسبت داده شد. اگر تکسچر شما خیلی کوچیک باشه و اندازش خیلی ریز باشه، شما میتونید بیایید توی وارپ توی رپ مود و بگید که مثلا ریپیت و تکرارش کن یا میرورش کن برای اینکه تمام تصویر رو بگیره. اینجا چون تکسچر من بزرگتره نیاز به اونها ندارم و نان رو میزنم. اگر خود تکسچر رو هم بخواید جابجا بکنید که الان مال من یه همچین چیزیه، شما میتونید اینجا از طریق آفست این کار رو انجام بدید که مشخص توی این شکل داره حرکت میکنه و به اون تکسچر مد نظرتون برسید. حالا من اینجا دوباره همین گراس یا همون سبزی رو بهش نسبت میدم، حس ارتشی داره. نکته دیگه که شما توی موشن برای استایل و تکست دارید آوتلاینه. آوتلاین در حقیقت همون خط خارج تکست شماست. شما میتونید این آوتلاین رو باز مثل فیس بهش کالر، گرادیان یا تکسچر نسبت بدید، باز بنا به میل خودتون. میتونید یه مقدار تارش بکنید، میتونید قطرش رو زیاد بکنید و حالا چیزهای دیگه ای که باز میل خودتون باشه و به پروژهتون کمک بکنه. عنوان بعدی که دارید گلوه، گلوی که شما توی موشن دارید با گلوی که توی فتوشاپ داشتید هیچ تفاوتی نداره، یه درخشش دور جسم شما ایجاد میکنه. باز همون تنظیمات تار شدگی، اوپاسیتی، رنگ و گرادیان رو میتونید براش داشته باشید و اگه نخواستید آفش بکنید. و آخرین عنوان که دراپ شادو. دراپ شادو شما کاملا مشخصه، سایه ای که زیر جسمتون میفته، میتونید فاصلش رو زیاد بکنید، میتونید بزرگ یا کوچیکش بکنید تا از طریق اسکیل و میتونید تارش بکنید توسط گزینه بلار. اگر شما هر کدوم از این استایل ها رو پسندیدید و خوشتون اومد و خواستید بعداً استفاده بکنید، میتونید بیایید از این بالا توی استایل پریستتون اون رو سیو بکنید. من سیو استایل رو میزنم و اسم این رو میذارم مثلا آرمی گرین تکستچر.
حالا اگر من هر چیز دیگه رو تایپ بکنم، مثلا من بیام اینجا ایست فارسی تایپ بکنم، مثلا فکر میکنم شما هم تا به حال متوجه شدین که من چقدر تبحر دارم توی تایپ فارسی. واقعا ببخشید که انقدر طول میکشه هر بار میخوام فارسی تایپ بکنم. و حالا مثلا به این یه دنبال فونت کلوفت قطور میگردم، تیتر فکر کنم خوب باشه. یه خوردم بزرگترش بکنم. و حالا اگر من بیام اینجا از قسمت ستایل آرمی گرین تکسچر رو انتخاب بکنم، همه اون تغییرات برای این چیزی هم که اینجا نوشتم اعمال میشه. شما اگر به این قسمت لایبرری توی تایپ ببخشید تکست استایل، توی قسمت تکست استایل هم چیزهایی که خودتون سیف کردید رو میتونید ببینید، هم چیزهایی که توی موشن به صورت دیفالت برای شما هست. مثلا اگه من بخوام اینجا میتونم روی این دابل کلیک بکنم و اپلای رو بزنم تا به تکستم اعمال بشه. یا حالا چیزهای دیگر رو اگه دوست داشتم، مثلا میتونم یکی رو انتخاب بکنم و به این فونت رادانم اعمالش بکنم، یا مثلا یکی رو اعمال بکنم، یا هر کدوم که باز اگه احساس کردم به پروژم میخوره و میتونه بهش کمک بکنه. خب این هم از قسمت استایلمون.